حالا طبق اخباری که این روزها هست، آقای گروسی به تهران دارن میان. میخوام تحلیل خودتون رو به عنوان یک فردی که سالهاست در سازمان انرژی اتمی کار میکنه، سفر آقای گروسی رو چطوری ارزیابی میکنید؟ ببینید آقای گروسی، خب با توجه به دعوت رئیس محترم سازمان دارن میان، درخواست‌های مختلفی داشتن طی چند وقت گذشته با حسن نیتی که کشور انجام داد و رئیس محترم سازمان انجام داد، از ایشون دعوت کردن میاد. حالا مذاکراتی ایشون خواهد داشت و قطعا باید منتظر بمونیم و توجیهات و توضیحات اونها رو ما بشنویم، دلایل و مستندات خودمون رو که قبلا هم بهشون ارائه کردیم باز هم ما تأکید میکنیم، اون رو دوباره باشون براشون یادآوری میکنیم و قطعا برای دفاع از حقوق مردم عزیزمون، از هیچ گونه به هر حال دفاعی از هیچ گونه همکاری ما دریغ نخواهیم کرد. اگر جلسه بعدی شورای حکام باز ما قطعنامه‌ای دریافت کنیم، ایران اقدامی خواهد کرد در این خصوص؟ ببینید ما باید منتظر بمونیم، ما باید منتظر بمونیم. اگر اونها از نگاه عاقلانه به موضوع نگاه بکنن، نباید چنین اتفاقی بیفتد. یعنی ما تونستیم تیم فنی که در تهران بودن، آقای اسلامی اعلام کردن که باشون مذاکرات بوده، تونستیم قانع بکنیم؟ پس ببینید ما دیتایی که در اختیار داریم و تیم فنیمون توجیه، تیم فنی ما توجیهه، موضوع اینه که طرف مقابل توجیه نیست. ببینید اصل قضیه عرض کردم خدمتون، ما استدلالمون قوی، مستنداتمون کافیه و در موضوع مذاکرات ما چیزی کم نداریم. امروز چیزی کم نداریم. طرف مقابل باید از نگاه عاقلانه و از موضع منصفانه نسبت به موضع ما و برنامه هسته ای ما برخورد بکنه. اگر با نگاه عاقلانه و منصفانه برخورد بکنه، قطعا نتایج خوبی ما خواهیم گرفت. ولی اگر پافشاری بکنه نسبت به گفته های پیشینشون، نسبت به مواضع پیشینشون، خب قطعا مذاکره دور از دست خواهد شد.